خط مهمترین خبرها. انتقاد امیرخان متقی از سیاست‌های جهان در برابر امارت اسلامی. سرپرست وزارت خارجه موضوع به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی از سوی جهان را ابزار فشار در برابر افغانستان می‌داند. غربی هیوادونه همدغه در رسمیت موضوع پلحال دی و فشار کو ډول کاروي. رد گزارش یونما از سوی امارت اسلامی. ذبیح‌الله مجاهد گزارش یونما مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی امارت اسلامی در افغانستان را نادرست می‌خواند. رد کردن این گزارشات راه حل معاهدات افغانستان نبوده، بلکه به حیثیت و آبروی افغانستان صدمه بیشتر وارد می‌کند. نگرانی‌های جهان از بحران بشری در افغانستان. سازمان جهانی مهاجرت میگوید دست کم 70% مردم افغانستان در خط فقر زندگی میکنند. کمک های انسان دوستانه روبنایی سازمان ملل حلال مشکل بوده نمیتونه. و آغاز 15 نشست سران کشورهای بریکس. نشست بریکس امروز با میزبانی آفریقای جنوبی آغاز و قرار است تا 3 روز دیگر ادامه یابد. با درود و مهر به شما، من طیب صدیقی هستم و شما هم بیننده این ساعت خبری با من از یک هستید. امروز سه‌شنبه برابر است با 31 اسفند سال 1402 خورشیدی. مشروع خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که کشورهای غربی از موضوع برسمیت شناسی امارت اسلامی به گونه فشار استفاده میکنند. آقای متقی در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که پیش شرطهای کشورها برای برسمیت شناختن امارت اسلامی روشن نیست. سرپرست وزارت خارجه با تاکید بر بهبود روابط میان افغانستان و جهان تاکید دارد که سیاست خارجی امارت اسلامی اقتصاد محور است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که کشورهای غربی از موضوع به رسمیت شناسی امارت اسلامی به گونه فشار استفاده میکنند. آقای متقی مطرح شدن تشکیل حکومت همشمول، حقوق بشر و مسائل امنیتی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی را یک بهانه از سوی جهان خوانده است. غربی هیوادونه همدغه در رسمیت موضوع پلحال دی و فشار کو ډول کاروي. نور تر اوسه پورې موږ ته کوم مشخص شرطونه نه دي وړاندې کړي، ځکه دا شرطونه په ځای سي نو بیا په رسمیت پیژندل کیږي. سرپرست وزارت خارجه میگوید که در حال حاضر سفارت بیش از 10 کشور در افغانستان فعالیت داشته و امارت اسلامی در تلاش گسترش روابط با جهان است. با گفته آقای متقی، در آینده نزدیک شماری دیگر از کشورها نمایندگی های خود را در افغانستان بازگشایی خواهند کرد. ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان و همچنان در تاجیکستان کنسولگری خاروخ و قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، قطر و سعودی عربستان، دبی، مالزیا، در این کشورها سفارتخانه ها مستقیما از مرکز اداره میشه. و مسئولان این وزارت همچنان میگویند که در تلاشند تا افغانستان را به دهلیز هوایی منطقه مبدل سازند. یک شریک فعال برای کشورهای منطقه باشیم. دو دهلیز جدیدی که شمال آسیا را با جنوب آسیا وصل می سازد در دو استقامت، یکی در استقامت شرقی و دهلیز جدید در استقامت غربی. ما توانستیم که نمایندگی افغانستان قسم شود که بر اونا لبیک گفته شود و در او شامل شویم. با گفته این مسئولان، در یک سال پس این 3500 زندانی افغانستان از کشورهای منطقه به افغانستان منتقل شدند. تقریبا درې نیم زرو تعداد په اندازه باندې خپل محبوسین د مختلفو هیوادو سره انتقال کړي دي،
چې اکثر په همسایه هیوادو کې دي هڅه مو کړې ده چې دغه پروسه ورځ تر بلې پراختیا ومومي. سرپرست وزارت خارجه با تاکید بر بهبود روابط میان افغانستان و جهان تاکید دارد و سیاست خارجی امارت اسلامی را اقتصاد محور عنوان می کند. سبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان گفته که کشته و یا شکنجه شدن کارمندان پیشین از سوی امارت اسلامی صحت ندارد و عفو عمومی کاملا از سوی امارت اسلامی اجرا شده است. این گفته ها را آقای مجاهد در حال مطرح کرده که یونما در گزارشی که امروز به نشر رسانیده گفته که در دو سال پس این 200 کارمند حکومت پیشین از سوی امارت اسلامی کشته و حداقل 800 نقض حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست صورت گرفته است. سازمان ملل متحد از مقام‌های امارت اسلامی خواسته که یافته‌های این گزارش را به گونه دقیق بررسی کنند و به مسئولیت‌هایشان تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر پابندی نشان دهند. حمیرا یوسفی به جزئیات این گزارش پرداخته است. گزارش تازه سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی امارت اسلامی. دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان در گزارش تازه ای می گوید 800 مورد نقض حقوق بشر در برابر مقام ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین در نزدیک به دو سال گذشته در افغانستان از سوی امارت اسلامی صورت گرفته است. بر بنیاد این گزارش از 15 اگست سال 2021 الی 30 جون 2022 بیش از 200 کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین بدون حکم دادگاه کشته شدند. یافته های این گزارش از دو سال پسین در افغانستان و حاکمیت دوباره حکومت طالبان در این کشور است. حداقل 800 مورد از قتل های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری را که علیه افراد وابسته به نظام قبلی جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام شده است، از سوی یونما به ثبت رسیده است. یونما در این گزارش گفته که تاکنون تلاش امارت اسلامی برای تحقیق و مجازات عاملان رویدادهای ذکر شده بسیار محدود بوده است. در مورد تعقیب شکنجه عذاب و یا زندانی شدن تعدادی از کارمندان ملکی و نظامی سازمان خبرنگاران ژورنالیستان از مربوط به حکومت قبلی بارها از طریق رسانه های اجتماعی مردم ما اطلاع حاصل نمودند که موجب دگرانی مقامات شخصیت های افغانستان همچنان مقامات بلیمنی شده است و گزارشات در این باره همیشه ارائه شده که متاسفانه همه این گزارشات از طریق سخنگویان حکومت سفارت فعلی افغانستان رد شده، در حالی که رد کردن این گزارشات رای حل معضلات افغانستان نبوده بلکه به حیثیت و برای افغانستان صدمه بیشتر وارد میکند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این گزارش میگوید که کشته و یا شکنجه شدن کارمندان پیشین از سوی امارت اسلامی صحت ندارد و عفو عمومی کاملا از سوی حکومت کنونی اجرا شده است. تازه ترین گزارش یوناما که ادعا می کند عضوهای اداره پیشین توسط نیروهای امارت اسلامی کشته و شکنجه شدند صحت ندارد. عفو عمومی از سوی امارت اسلامی عموما عملی است. البته برخی از موردهای شخصی و ناشناخته انتقامجویی به گونه جدی توسط ارگانهای مربوطه امارت اسلامی بررسی شده است که تعداد آنها محدود است. گفتنی است که سازمان ملل متحد از مقامهای امارت اسلامی خواسته که یافته های این گزارش را به گونه دقیق بررسی کنند و به مسئولیت‌هایشان بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر پایبندی نشان دهند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در سفرش به ولایت غور بر پشتیبانی مردم از نظام تاکید کرده و گفته که تقویت و ادامه نظام مشروط به همکاری و نزدیکی با مردم است. وزارت امور داخله در توییت نوشته که آقای حقانی در دیدار با علمان دین، شهروندان و مسئولان محلی این ولایت با پذیرفتن برخی چالش‌های نظام امارت اسلامی را متعلق به مردم دانسته و گفته که همه از فرصت ایجاد شده برای اعتمادسازی و توسعه کشور استفاده کنند. آقای حقانی همچنان خطاب به مردم تاکید کرده که امارت اسلامی به فکر انتقام جویی نیست و به کس هم اجازه انتقام جویی نمی دهد.
تأکید سراج الدین حقانی بر پشتیبانی شهروندان از امارت اسلامی. وزارت امور داخله در توییت میگوید که سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت در ادامه سفرش به ولایت‌های جنوب غربی کشور این بار به ولایت غور رفته است. بر بنیاد توییت وزارت امور داخله، آقای حقانی در سفرش به ولایت غور بر اتحاد و نزدیکی مردم با نظام تاکید کرده و گفته که تقویت و ادامه نظام مشروط به همکاری و نزدیکی با مردم است. آقای حقانی در دیدار با عالمان دین، مردم و مسئولان محلی ولایت غور گفته که مردم باید با اطمینان نظام موجود را از آن خود بدانند. این حق آنهاست و هر گونه توسعه و تقویت نظام مشروط به همکاری و نزدیکی آنهاست. آقای حقانی همچنان بر نزدیکی، شجاعت و اتحاد مردم و نظام تاکید کرد و با پذیرفتن برخی چالش‌ها گفت این نظام متعلق به مردم است و اصلاح و توسعه زمانی امکان پذیر است که مردم نظام را و نظام مردم را از آن خود بداند. در توییت وزارت امور داخله آمده که سرپرست این وزارت گفته که همه از فرصت‌های ایجاد شده برای اعتمادسازی و توسعه کشور استفاده کنند. در اصول و اصل صحبت‌های آقای قانی سرپرست وزارت داخله کاملا درست است، اما ملت در صورتی که رضایت داشته باشد از مقامات یا نظام یا دولت، یعنی با خدمات داشته شده و یا راضی باشند از دولت، در اون صورت میتونه که مردم حمایت خود از دولت که مطابق رضایتشان باشن، موافقشان باشن و خوش باشن اعلان کنند. آقای حقانی همچنان خطاب به مردم تاکید کرده که امارت اسلامی به فکر انتقام نیست و به کسی هم اجازه انتقام جویی نمی دهد. او می افزاید که امارت اسلامی اراده قطعی برای وحدت و توسعه دارد. تا زمانی که طالبان خواستهای مردم افغانستان مطابق میلشان و تقاضای قرن 21 لبیک نگویند، من احساس نمی کنم که مردم افغانستان از حاکمیت طالبان حمایت کنند. در همین حال سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در ادامه این سفر به ولایت دایکندی رفته و با مردم و مسئولان محلی این ولایت نیز دیدار کرده است. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که دست کم 70% مردم افغانستان در خط فقر زندگی میکنند. این نهاد در توییت میافزاید که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی قرار دارد و بیکاری رو به افزایش است. سازمان جهانی مهاجرت همچنان گفته که برای رسیدگی به 60,000 خانواده به 41 میلیون دلار ضرورت است. بحران بشری در افغانستان. سازمان جهانی مهاجرت میگوید دست کم 70% مردم افغانستان در خط فقر زندگی میکنند. این سازمان در توییت میافزاید که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی قرار دارد و سطح بیکاری در این کشور در حال افزایش است. دست کم 70% شهروندان افغانستان در خط فقر زندگی می کنند و بیکار هستند. اقتصاد افغانستان رو به فروپاشی است. کسب و کارهای کوچک و متوسط همچنان به اخراج کارمندان خود ادامه می دهند. در دو سال پس این بارها نهادهای جهانی از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در افغانستان نگرانی کردند. در این مدت نهادهای جهانی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان کمک کرده، اما این نهادها اخیراً از کاهش کمک‌های بشری به دلیل کمبود بودجه نگرانی کردند. امارت اسلامی اما میگوید برنامه‌های اقتصادی بزرگ را برای جلوگیری از بحران بشری و خودکفایی اقتصادی روی دست دارد. سازمان ملل ارقام مختلف از فقر و بیکاری مردم افغانستان ارائه میکنه و تا امروز به یک رقم واحد میزان فقر و بیکاری مردم افغانستان به اجماع نظر دفاتر سازمان ملل فکر میکنم که نرسیدن، ولی در کل نمیتونیم که از فقر و بیکاری مردم افغانستان چشم پوشی کنیم. متاسفانه این مسئله موجود است، ولی برای رای حل این مسئله ما بارها گفتیم که کمک های انسان دوستانه روبنایی سازمان ملل حلال مشکل بوده نمیتونه. بیشتر دانیل آندرس هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته بود نیازهای بشر دوستانه در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و بیش از 29 میلیون تن به کمک های بشر دوستانه نیازمند هستند.
دادگاه عالی کشور میگوید که در یک سال پس این تعداد پرونده های حل شده در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته است. مسئولان دادگاه عالی در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگویند که در یک سال پس این نزدیک به 3000 پرونده مربوط به بانوان را حل کردند و در حال حاضر بررسی روی بیش از 200,000 پرونده در بخش های گوناگون جریان دارد. در همین حال به گفته مسئولان این اداره در یک سال گذشته بیش از 900 دادگاه در سطح کشور تفتیش شده است. ادامه برنامه حسابدهی دولت به ملت. دادگاه عالی کشور میگوید که در یک سال پس این شمار پرونده های بررسی شده در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته است. مسئولان دادگاه عالی در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگویند که در حال حاضر کار روی بیش از 200,000 پرونده در بخش های گوناگون جریان دارد. جلد دوسیه کیجی په دوران کې وی لدی جمله څخه 2015 1650 دوسیه په ابتدایي مرحله کې او 2944 په استنافي مرحله کې او 4210 دوسیه د تمیز په مرحله کې چې مجموعه یې 1,290 کیجی حل او پسل شوی دی. دادگاه عالی همچنان تاکید می کند که در یک سال گذشته بیش از 108,000 وثیقه مختلف را اجرا کرده است. با گفته مسئولان این اداره در یک سال پس این نزدیک به 3000 پرونده مربوط به بانوان را حل کردند. پدې کې تقریبا 2340 تا قضیه د شوزو د حکومت اړوند دي او داسې 3400 څو سپې اعلان د درګونو محکمو کې تر کار لاندې دي. در همین حال به گفته مسئولان دادگاه عالی در یک سال گذشته آنان بیش از 900 دادگاه را در سطح کشور تفتیش کردند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگویند که کار روی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی جریان دارد و به‌زودی نشر خواهد شد. آنان می‌افزایند که در یک سال پس این هیچ شکایت پیرامون بازداشت و لتوکو به خبرنگاران دریافت نکردند و هیچ چالش فراروی خبرنگاران وجود ندارد. خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اضافه می‌کند که در چندین ولایت کشور بیش از 6000 آثار تاریخی جدید را ثبت کردند. ادعای وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد رفع چالش‌های خبرنگاران در افغانستان. خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید هیچ شکایت پیرامون بازداشت و لتوکوب خبرنگاران دریافت نکرده اند و هیچ چالش فراروی خبرنگاران وجود ندارد. یعنی موږ الحمدلله په تیر کال کې هم موږ نه د چا د زخمی کېدو نه د چا د مرګ د یو ژورنالیست خبر لرو او دا ښه خبره ده. هغه حالات لاله چې هغه شدت وکړ کله برال یا کوم اختطاف پکې دی یا به زخمی کېدی یا به وژل کېدی هغه شیان نشته، خو بیا هم نه وایي څه نه څه ستونزې به خامخا یو څه به څوک ولري. دلته یو ټکي ته یادوري کومه، کله کله یو څوک بندې کېږي نو پر هغه باندې د ژورنالیست نوم پروت وي. د دې په دې موږ باید پوه شو چې هغه چې دا د ده بند د ژورنالیزم په بخش کې نه دی سوی، هغه کوم بله حقوقي قضیه ولری کوم یو بل مسالې د چا سره دعوا ولری. مهاجر فراهی موین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که کار روی تعدیل قانون رسانه‌های امگانی جریان دارد و به زودی امگانی خواهد شد. تاسو پوهیږئ په تیره کې زموږ په رسنیو کې ځینې داسې څه خپرېدل چې هغه زموږ ستاسو د اسلامي ارزښتونو د هیواد د اولیا منافع او همدا ډول زموږ د افغاني دود او عناناتو سره په ټکر کې وه. الحمدلله تر ډېره پورې اوس په رسنیو کې هغه شیان نست. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که در چندین ولایت کشور 6232 آثار جدید تاریخی را ثبت کرده اند. آنان همچنان آمار میدهند که در یک سال پسین بیش از 2000 گردشگر خارجی و بیش از 5 میلیون گردشگر داخلی از مکانهای گوناگون کشور بازدید کرده اند. نې دغه چروانې دي چې وا دو میرو به داخل شوی په دې کې 1501 اچا کسان دي. نو کدا شمیر موږ پر تیر کال باندې وراچو تر تیر کال زیاتې تر ولم کال خو ډیر زیاتې. نو دغه شمیر هم دغه سی یو د امید د بخش د غور کې وخلکو امیدونه چې په خارجي توګه باندې الحمدلله د خارجي مختلف ملکونو سره. گفتنی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ 26 طرح را پیرامون ظرفیت سازی جوانان تهیه و ترتیب کرده و در آینده نزدیک عملی خواهد شد.
و در مهمترین های امروز جهان هم آفریقای جنوبی امروز میزبان 15 نشست سران کشورهای بریکس است. این گروه متشکل از اقتصادهای بزرگ است که میخواهند در برابر تسلط غرب حضور مستقل خود را تثبیت کنند. همزمان با این بر بنیاد گزارش CNN در پی موافقت دونالد ترامپ بر سر وثیقه $2,000 او قصد دارد برای رسیدگی به پرونده‌اش پنجشنبه خود را به زندان بخش فولتون شهر آتلانتا تسلیم کند. در همین حال دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در سودان اعلام کرد که در پی درگیری ها میان ارتش و شبه نظامیان نیروهای واکنش سری این کشور در فاصله زمانی 11 تا 16 اگست در ایالات دارفور جنوبی دست کم 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در بسته خبری بیننده باشد. 15 نشست سران کشورهای بریکس امروز در بزرگترین شهر آفریقای جنوبی در میان تدابیر امنیتی شدید آغاز و قرار است تا 3 روز دیگر ادامه یابد. این نشست در حال برگزار می شود که علاقه به عضویت در این بلوک به شدت افزایش یافته است. بیش از 20 کشور جدید از جمله ایران، عربستان و آرژانتین درخواست دادند تا به این گروه بپیوندند. موضوعی که می تواند چالش بالقوه برای تسلط غرب در مسائل جهانی باشد. علاوه بر رهبران 5 کشور اصلی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و بیش از 60 کشور جهان به این نشست دعوت شدند. رئیس جمهوری روسیه از راه دور و از طریق ارتباط ویدیویی در این نشست شرکت خواهد کرد. او از طرف دادگاه جنایی جهانی به اتهام جنایات جنگی تحت تعقیب است. نبود او اینجا نشان مهم از انزوای شدید روسیه بعد از حمله نظامی این کشور به اوکراین است. موضوعی که انتظار می رود بر این نشست سایه بیندازد. مهمترین موضوع مورد بحث چگونگی گسترش این گروه از کشورها به عنوان وزنه در مقابل گروه 7 کشور صنعتی دنیا است. بررسی درخواست‌های عضویت دیگر کشورها، همکاری‌های اقتصادی و تجاری و همچنان نقش سازمان ملل متحد از دستور کارهای نشست است. دلار زدایی از جمله موضوعات دیگر مطرح در بریکس 2023 است. به عبارت دیگر بریکس در حال بررسی انفصال از دلار به عنوان ارز معیار تجارت جهانی است. علاوه بر این برای کشورهای مانند ایران و روسیه که از سوی غرب با تحریم‌های گسترده مواجهند، بانک کشورهای بریکس بانک توسعه نوین مزایای ویژه‌ای خواهد داشت. این گروه متشکل از اقتصادهای بزرگ است که می‌خواهند در برابر تسلط غرب حضور مستقل خود را تثبیت کنند. CNN به نقل از 2 منبع آگاه خود گزارش داد که در پی موافقت دونالد ترامپ بر سر وثیقه $200,000 او قصد دارد برای رسیدگی به پرونده‌اش روز پنجشنبه خود را به زندان بخش فولتون شهر آتلانتا تسلیم کند. ترامپ نیز این مسئله را تایید کرده است. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش با تایید گزارش پیشین CNN در این باره نوشت که پنجشنبه به آتلانتا جورجیا می روم تا بازداشت شوم. دونالد ترامپ به همراه 18 تن دیگر در کیفرخواستی شامل 41 فقره اتهام توسط یک هیئت منصفه با اتهام های از جمله اخاذی روبرو است. رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مجموع با 78 اتهام در 3 پرونده جنایی جداگانه روبرو است که علاوه بر پرونده حمله به کنگره آمریکا در 6 جنوری شامل تحقیق درباره نگهداری اسناد طبقه بندی شده بعد از ترک کاخ سفید و درخواست سکوت و پرداخت پول به استورمی دانیلز بازیگر فیلم‌های بزرگسالان پیش از انتخابات سال 2016 است. او اتهام‌ها در برابر خود را اقدام سیاسی توصیف کرده و در هر 4 مورد کیفرخواست اعلام بیگانگی کرده است. و دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در سودان اعلام کرد که در پی درگیری ها میان ارتش و شبه نظامیان نیروهای واکنش سریع این کشور در فاصله زمانی 11 تا 16 آگست در ایالت دارفور جنوبی دست کم 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که درگیری ها میان این دو گروه در شهر نیالا در ایالت دارفور جنوبی اثر گرفته شده و منجر به آواره شدن دست کم 50,000 تن از مردم این منطقه شده است. اوچا افزود که کارکنان بیمارستان اتورکی که با کمبود کارمندان مواجه است برای درمان زخمیان تلاش می کنند و شریکان بشردوستانه گزارش می دهند که تجهیزات پزشکی رو به اتمام است. بر بنیاد این گزارش کامیون های بارگیری شده حامل مواد غذایی، بهداشتی و آب به مقصد شهر نیالا از 14 آگست به دلیل درگیری ها در ازدین پایتخت دارفور شرقی حضور دارند و توزیع این مواد به تعویق افتاده است. درگیری های مسلحانه در سودان از 15 آوریل سال روان میلادی میان نیروهای ارتش و نیروهای واکنش سریع بر سر قدرت آغاز شده و میانجیگری های جهانی برای پایان دادن به آن و نشستن طرف های درگیر بر سر میز گفتگوها نتیجه ای نداشته است. تا کنون چندین بار در سودان آتش بس اعلام شده است، اما طرف های درگیر به گونه مداوم آن را نقض کردند. اکنون هم آب هوا و نرخ ارزها.
این بود خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.